سلام و وقت بخیر دارم خدمت تک تک شما هموطنای عزیزم، چه در افغانستان هستین چه هم بیرون از افغانستان. برنامه افغان جلالی را بیننده هستین. دوستای عزیز وقت تمام شما ایزان بخیر. امروز هم در خدمت شما هستیم با یک برنامه کاملا جدید و متفاوت. خدا کنه که شما دوستای عزیزم بیننده ما باشین تا دقایق اخیر برنامه را و از داشته هایی که امروز تقدیمتون میکنیم شما آگاهی پیدا بکنین و لذت ببرین. اگر خوشتون اومد باز بیاین و حتما خریداری بکنین. بیننده های عزیز، خب امروز هم در یکی از جاهای قدیمی که به نام کوچه مرادخانی یاد میشه، زیارت ابوالفضل، که این کوچه البته به این نام مشهور و معروف است، که شما هموطنای عزیز میتونین اینجا بیاین و از چیزای نقره‌ای که در اینجا ساخته میشه، البته ساخت خود کشور ما هست، شما میتونین دیدن بکنین و اگر خوشتون بیاد و حتما بخرین. مسئولی بخش هم همراه ما هست و زیاد پر حرفی نمیکنم، وقت بیشتر به اینا میسپارم تا اینا در رابطه با وسایلی که در اینجا هست، انگشتر به خصوص اینجا خیلی زیاد هست، معلومات کامل برام و شما عزیزان بدن. سلام، به شما خوب هستین؟ سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر، تشکر، زنده باشین. میشه خودم معرفی کنین؟ اسم من سعید عظیم. سعید جان، بسیار خوب. چقدر وقت میشه که مصروف کار هستین، دکاندار؟ وقتی که دیگه دست چپ راست شناختیم، همینجا کسب ماست، همینجا کار میکنیم و خودم هم انگشتر جور میکنم. بسیار عالی، بسیار گپ خوب است. دمی خود دکاندار انگشتر؟ بله، دیگه دکانه که ریزه است اونجا جور میکنم انگشتر، باز اینجا میاریم برای نمایش و برای فروش. این انگشتری که ما در اینجا میبینم خودتان همگیش ساخته؟ بله، زیادترش ساخت خود ماست، باز بسیار کم از ایران، بعض کشورهای دیگه هم میاریم. پس میشه اون چیزایی که شما خودتان ساختین اول به ما نشان بدین؟ فعلا کدام چیز دمی اواخر شما آماده ساختین؟ میشه بر ما نشان بدین؟ یکی است و او از حقیق، بسیار حقیق بالاست. در دورایش هم نگینای اصلی کار شده که به نام زمرد پنجشیر، بیروج، به حساب بر شما بگم بعضی نگینای دیگه است. بله، بیننده های عزیز، این انگشتر مردانه حقیق است که نه تنها حقیق دیری کار شده بلکه سنگ های دیگه هم است، مثل زمرد، لاجورد، فیروزه و چند نگین دیگه است که یا سنگ دیگه است بگیم که دیری کار شده. بسیار یک دیزاین مقبول داره باز و آقایان که زیاد فیشنی هستن مثل همکار ما رستم جان که در برنامه میبینین همیشه پشت انگشتر زیاد میکرده که امروی لباسش ست کنه. با شما دوست عزیزم اگر خوش آمده باشه میتونین که بیاین و خرید بکنین. خب دیگه کدوم دیزاین است؟ دیگه اینی چله ساختش است، یا بسیار مقبول است، زیباست، دوستا زیادتر میبرن و کار دست است. یگانه خوبیش کار دست است و بسیار قیمت هم تمام میشه. اینا به حساب 7500 افغانی میه. جنسش خوبش است، تنها رکابش را که ما برای مشتری های خود جور میکنیم به حساب 4500 3000 افغانی از اینش میشه. خب بسیار خوب. این قسمی که دوست ما گفتن به مثل چله استفاده میشه، میگن به مردا طلا خوب نیست. بله، نقره بسیار خوب است و درد جان، میکروب جان در خود جذب میکنه. نقره بسیار یک چیز سوچه است. پس آقایان که طلا را خوش ندارن باز میتونن که وقت نامزاد میشن از این انگشتر خریداری بکنن و به جای طلا دستشانی را بکنن که مردم بفهمند که نامزاد است. بله. خب یک انگشتر دیگه فعلا بر ما داده است، میبینم رنگ سرخ داره. میشه برای زی برام معلومات بده؟ این به نام مرجان میگن که این تازه از طرف چین جور کردن. یک سنگی است که به حساب میگن که دست بهش تماس کنه روشن میشه. یک سنگ از این پیش یک مرد است که به یک لک دلار هم نمیته بر کس و او طبیعی است، ساخت خداوند است. در گیلاس که مندازین روشن میشه و این یک چیزی است که به حساب جور کرده انسان. دیگه بسیار دانه خوبی است، اگر اصلی پیدا شود بسیار قیمت است، آل کمیافت است، مردم امیرم میگیرن. در حوال که آمده بود بسیار قیمت بود، فعلا قیمتش پایان آمده و جنس خوبی است. رکابش نقره است، سنگ است، ولی یک چراغ یا یک چیزی در داخلش جور کنه که روشن میشه. من یک گلاس آب برای شما میارم. یک گلاس آب بیارین که ما خوبتر ببینیم. بسیار یک چیز جالب بود به نظر من. داخل آب بندازم؟ وقتی که مندازین روشن میشه، بسیار یک چیز جالب است. این سنگ ها هر کدامش یک کرامت خاص داره، هر کدامش یک جنس بالاست. دیگه هم برای شما بگم این حقیق بسیار حقیق نبو بخشین. دور نجف، منگ دریا در داخل خود دارن. یک چیز نابغه است که هیچ کس اصلا تونست تصورش نخود کنه. اصلی از اینا موی دارم، موی دقاتش دارم و ای از منگ دریا داخلش دارم. این را خودشان هم تر ساختن یا ای از اول هم تر بوده؟ در مدن است، اینا از
طرف پروردگار از سنگای خدایی است. اینی را ببینین یک هکتار موی هم دخلا هم نندازم او چراغ ندارم بله. دخلا دیدیم که یک قسم چیزای قهوه‌ای معلوم میشه که میگن منگ دریاست که یعنی خدایی هستتون نیست که خود اینا ساخته باشن یا جورش کرده باشن، اینا چیزی که از طبیعی است. بعضی هم نگفته نبانه که 60,000 افغانی است، بسیار جنس بالای است و این دندام کار دست است، دنده ای است که در ایران ساخته شده، بسیار جنس بالاست، 80 گرم وزن نقرش می به حساب یکان ملنگایی که بسیار شوقی باشه این دست میکنه در 60 خود میمانه. آه در 60 پوشیده میشه دیگه. خب این انگوشه را گفتین ملنگا زیادتر میپوشن و در 60 خود بله این ملنگا زیادتر میپوشن و بسیار یک جنس بالاست که 80 گرم نقره درش کار شده و بسیار خوبش است. دو تا نگین زمرد در دو بغل خود داره، زمرد پنشیر خود ماست، نگینکای خرد خورده است دیگه. خود از این به نام حقیق شجر یاد میشن که مردم زیادتر این به نام حقیق سلیمانی میگن دیگه. حقیقش بسیار جنس بالای است. خب قیمت از این باز چند است؟ قیمت از این است 25,000 افغانی و اونوی که منگ دریا داره به نام دور نجف یاد میشه قیمتش از 60,000 افغانی. و این که چراغ داره؟ و این که چراغ داره فعلا 75,000 افغانی است. گفتم بر شما پیشتر که اصلی از این اگر پیدا شد از 1,000,000 دلار کم نیست. ما اصلیش پیدا کنم که 1,000,000 دلار قیمت داره. خب تا چند دقام اینه؟ هم تو چراغش روشن میمونه. عوض روش روشن. خب بسیار خب، یعنی وقتی که خوش شد دیگه باز باش که من میره خوشکش کنم. چیزی هم ندارم ها. که کدوم دستمال باشه خوشکش کنیم. اینا پس به موالت اولش دوستا برگشت ببینین. دوستایم بیاز تر است باش که من دست خدا بزنم. این بسیار جالب بود برام، بسیار خوب بود. خب قیمت از 3000 افغانی هست و قیمت از این انگشترم چند گفتین ایره؟ او رو 25,000. 25,000 افغانی قیمت از این است و قیمت از یام که منگ دریا درش کار شده یا خدایی بوده کار نشده البته، این قیمت 60,000 افغانی قیمت از این انگشتر است. و این انگشتر دیگه قیمتش چند؟ این برای شما پیشتر هم گفتم که 7,500 افغانی می 7,500 قیمت از این و این که چلا مانند است او 6,500 می کار دست است. عمر رکابش تنها ما از به حساب از مشتری خود 3,000-4,000 افغانی می گیریم، تنها دنده خالی شه 6,000 افغانی هم قیمت از این است. و این از لاکت است به نام حقیق شجر یاد میشه، رویش یک عکسی است به حساب که خدایی است، همون تو خدایی افسیده در داخلش و به نظر ما عکس شعر از دوستای دیگه میبینن میگن هر چی تشکیل میتن پایاش واضح معلوم میشه، سرش سی واضح میشه، اینجا دم بشه است و بسیار یک حقیق کونه است، نابغه حقیق است و ای از قیمتش 500 دلار کار دست است لامو دوریش که جور شده دیگه، حقیقش مدنی است. بله خب ولی ما نمیفهم که تشخیص بدم که چی است، اما به گفتی شما ما اول فکر کردم که شاید شعر باشه دیگه. باز دوستا شما خودتان میشه ببینین بگوین که در کامنت بر ما که ای چی هست، عکس چی در اینجا هست که باز ما بفهمم، شاید من اشتباه کرده باشم، شما دقیق تر اگر دیده باشین. خب قیمت ازی با چند است؟ قیمت ازی از 500 دلار که به حساب بله ای اگر پیش خارجی ها باشه خیلی قیمت تمام میشه برشون، زیادتر چیزها رو از ما خارجی ها خریداری میکنه چون اونا میفهمه با ماشینا میان اینجا چک میکنه، وقتی که اصلی باشه دم قصه قیمتش نیست، میان میبردنن فقط. دیگه چی است؟ میشه ما ببینیم؟ حقیق دنده ای که در بغلش نوشته داره بسیار حقیق یاقوت ببخشین، یاقوت خوبش است و دندهش هم کار دست است، نوشته است یا ابوالفضل عباس به نظر مدن بغل دندهش. بله نوشته است ابوالفضل عباس، یک چیز نوشته است و بسیار یک چیز مقبول زیبا. ایره خودتان نوشته کرده؟ نه خیر، ای که از کار دست از خودمون نوشته نکردیم، ولی اگر در آینده کسی یعنی مقصد ما ای بود که مقصد می بود که یعنی با دست چیز شده مثل از واری طبیعی نیست. کار دست است، همراه دست جور شده، در دندهش نوشته است، اگر در نگین باشه بازو ساخت خدا جان است.
بله خب انگشترایی که بسیار جالب بود برام و شاید بر شما هم جالب بوده باشد با هم دیدیم و در رابطه با سنگش معلومات کامل بر ما صاحب دکان گفت و حال میایم این طرف و اینجا میشه انگشتر مقبول دگام است میشه اگر انگشتر جالب در اینجا پیدا شد 100% انگشترای خوب است و این طرف بر شما نشان بتون فیروزه فیروزه شجر که بلندترین فیروزه میگه در افغانستان بلندترین فیروزه است و بسیار نرخ گزاف داره دیگه جنس بالایی است سنگش در ایران پیدا میشه حقیق شجر فیروزه شجر و یک فیروزه دیگه است که از این که بالاست و بلندترین درجه داره و فیروزه به نام نیشاپور است که مثل همی است یک خالم در خود نداره این را به نام نیشاپوری میگن فیروزه نیشاپوری بله واقعا هم طور است بخی صاف و ساده است یک خال نداره باست فیروزه گلدار است یا بیگل است قیمتش هم بهترین قیمت دارن بسیار خوب یگان تا هستن نمیگن ساده گلدار ما چه چطوره یا حالا انگشتر فیروزا ما متره گپ شد که بیروش خود ما بیروش خود افغانستان بیروش کنر میگن بسیار بیروش بالایی است که بسیار قیمت تمام میشه برای مشتری دیگه ایره میگن که به حساب افغانی برای شما بگم 25000 افغانی میه و بسیار نگین بالایی است اگر بدل از اینا باشه روی همین نقره میشه 15000 افغانی نگین که اصلی بود بازم و قیمت انگشت این فیروزه بود چند است؟ او فیروزه می آید 30,000, 25,000 تا 50,000 هم است و دیگه کدام انگشتر است؟ میشه به منشان بتی نگان؟ لال پیازی خود افغانستان ما که بلندترین لال پیازی است که البته ما فعلا سنگاش خلاص کردیم و طلب کردیم تانوز نرسیده دیگه این بهترین لال پیازی است و قیمتش هم از 15,000 افغانی بهترین لال پیازی این از افغانستان است؟ از کدام ولایت است؟ خود افغانستان است سنگ لال پیازی میگه به نظر من تا جایی که میفهمم در بدخشان یافت میشه از بدخشان است سنگ و فکر میکنم زیادی سنگ ها در بدخشان است زیادتر سنگ ها در بدخشان است باز تا و بالام دارن دیگه بدخشان و پنشیر پنشیر زمرد و پنشیر است که ما مزو زمرد ها دارم یکی ای از زمرد و پنشیر و یکی هم اینی است بسیار زمرد و پنشیر قیمت بالایی داره اگر تو پر رنگش پیدا شد بسیار قیمت تمام میشه خب این چند است باز؟ قیمت از اون میایه 500 دلار و فعلا او یک کم رنگش ضعیف است اگر رنگ از او تیز باشه که مثل از چوشه تیز است به حساب بسیار قیمت تمام میشه مثلا؟ شاید حدوداً یک 1500 دلار یا 2000 دلار تمام میشه قیمت‌ترین سنگ کدام است؟ قیمت‌ترین سنگ که است یاقوت جگدلک است، زمرد و پنشیر است، بیروچ کنر است. یاقوت جگدلک هم مربوط افغانستان میشه، زمرد و پنشیر هم مربوط افغانستان میشه و بیروچ کنر هم مربوط افغانستان میشه. اینجا انگشترهای برنگ گلابی ما میبینم. اینا زنان است؟ اینا زنان است. اینا رو هم یک بار میشه نشون بدین و سنگش رو ما ببینیم که کدام سنگ. بله اینا سنگ است یاقوت جگدلک میگن یاقوت خود افغانستان است که به حساب برای خانم هاست و قیمتش هم 1200 دلار می و بسیار جنس بالاست هر کس این چیزا رو دست هم نمیتونه و اگر بدل از امی باشه روی امی نقره اگر باشه 500 افغانی می باشه قیمتش بلندترین سنگ که دمی دکان ما یا دمی بسه بازار است یاقوت جگدلک است خب اینجا زیاد هم هست من میبینم یعنی با دیزاین های مختلف هست که باز میشه شما هر دیزاینش که خوش روشه باشین و انتخاب بکنین باز اگر کسی سفارش بده دیگه شما خودتان آماده میسازین از سنگ های مختلف مردانش هست به حساب رنگ نداره بند از 500 دلار است اگر دمی اندازه بازش باشه به می رنگ داخلش باز باشه شبیه از چوچگک در 4000 دلار هم گیر نمیه قیمت. بسیار قیمت است یاقوت جگدلک بسیار قیمت است شاید دوستا خودشون بفهمن کسایی که دمی کسبش هست یا تا بالا بای کردن و ای از لاجورد لاجورد خود افغانستان است معدن چار است بلندترین رنگ دارم و بسیار یک شیپ مقبول است کار خود ماست کار دست است سنگش در افغانستان است قیمتش با چند است؟ قیمت از ای است دوینی مزارفانی دونی مزارع کنی این لاجورد که از نگفته نبونه برای اعصاب خیلی خوب چیز است و اعصاب نرمال نگاه میکنه این همی چیزی است که به حساب دمو صفحه گوگل شما سرچ کنین میتونین که معلومات دقیقش از او زیادتر بشنین و هر سنگی را که شما دوستان میخواستین که زیادتر معلومات بگیرین دربارش در صفحه گوگل سرچ کنین نامشه
و او برای شما یک صفحه از هر سنگ داستانش میگن. و اینجا میگن گوشتر دوم میبینم به مثل لاجوردی هست، اما لاجوردم گفته نمیشه. میشه کدام سنگ؟ این زرغون است، زرغون اصلی است. به حساب زرغون باز از دیگه سنگا کده پایان است نرخش. این میایه چهار نیم هزار افغانی. چهار نیم هزار افغانی؟ این انگشتر است و فکر میکنم پایین ترین سنگ همی باشه. بله، زرغون و قدر ارزش نداره، دارای هفت هشت رنگ مختلف میباشه. کدام رنگ ها میباشه؟ به حساب زرد، سرخ، نارنجی، گلابی، یاسمندی، نمی رنگ هایی که زیادتر خوش میکنه. بله. ایام زرغون میشه گفت، ایام میشه که زرغون بگیم، زرغون و مس. البته باز سنگ های کلانش داریم که خانوما زیادتر خوش دارن انگشتر های کلان بپشن. به حساب باز از اینا لاکت جور میکنن، انگشتر جور میکنن، بسیار مقبول جور میشه. و این سنگ هایش هست که کت میشه. سنگ کلانش هم دارم که به حساب نیم کیلو میه وزنش، دارای هر رنگ است. بله، خب این سنگ زرغون است و گفتیم که این سنگ است که مثلا حالا اگر کسی بخواد که برشون لاکت، نمیفهم، انگشتر یا هر چیزی که ذوق خودشون باشه، باز اینا سنگایی است که باز از کت میشه و آماده میشه. اینا ماشین دارن کت میشه در هر سایزی که خانوما خودشون بخواین، برشون سیت مکمل هم میتونیم جور کنیم از این زرغون. و زرغون بسیار یک سنگ خوبی است که خانوما بسیار علاقمند میشن. بله، واقعا خیلی زیبا هست. همین ما علاقه‌مند شدم. رنگ های مختلف داره و یک چیز دیگه که مثل الماس رو همون یک روشنایی خاص داره. سنگ طبیعیش، البته سنگ های بدلش بازه تا خاصیت نداره که جل و بل کنه. بله، دیگه ای اصلی است. ای اصلی است. سنگ زرغون است که نیم کیلو وزنش است. اگر پلاستیکی از این باشه 20 گرم بالاتر نمیاد. و دیگه کدام چیزی باقی ما؟ چیزا خو زیاد هست، اما یکان چیزایی که مثل امینا جالب باشه. برای شما سنگ هایی که به حساب زیادتر همین ملنگ ها پشتش تا بالا میگردن، ایره به نام عقیق سلیمانی میگن. آه. که بسیار عقیق بالای است و هر چقدر که دست میمالین رویش بر دست شما رو چرب میکنه. سنگ خدایی است، همه تک خاصیت داره دیگه. بسیار قیمتش گزاف است. ایره 60 هزار افغانی خود ما خریداری کردیم، تا 70 هزار از پیش ما خواستن ندادیم تا فعلا، که ما منتظر از ایستیم که چی مبرای آخرش. میخوایم سرش کار کنیم. این رو میخوایم کتکاری کنیم، انگشتر جور کنیم برای دوستای ما. بسیار خوب. و چیزایی بود که ما با هم دیدیم دوستای عزیز، سنگهای مختلف و درباره قیمتش و چیزای خیلی جالب بود. یعنی من شما شاید هستین که ما خیلی جا رفتیم در رابطه با نقره و سنگهای قیمتی بر شما معلومات دادیم، اما چیزای جالبی را که من در دوکان دیدم و خیلی مرا یعنی جلب توجه ما شد و در دیگه جای من ندیده بودم، اما خیلی زیبا بود. نگفته نبونه، ایام از عقیق شجر که پیشتر بر شما نشان دادم، این فیروزه شجر است، این عقیق شجر است. ایام از ایران میم و در داخلش بسیار گلای مقبول دارم و دندهش هم عکس آهو در داخل خود دارم. بله، واقعا داخل از یک دیزاینی که گل است دیگه. ایام فکر میکنم طبیعی است. طبیعی است، ساخت پروردگار است دیگه. بله واقعا. و دوستا ببینید که داخل خود امین نگین گل کار شده دیگه، یک نوع شکل گل است، خیلی زیباست، خیلی مقبول است. قیمت از چند است؟ قیمت از او است 7000 افغانی و در دنده شما اگر دیده باشین عکس آهو است. خوب. و به عنوان آخرین چیزی که میخواین برای ما نشان بدین، یام سنگ است؟ آخرین چیزی برای شما که نشان بدم، می بسیار یک سنگ خوبش است که به نام عقیق سلیمانی یاد میشه، بسیار رخهای مقبول دارم. اینا نو است، اگر کونی از اینا پیدا شد بسیار قیمت بالا دارم. اینا به حساب ده گرام خریداری میشه، گرام 1200 افغانی است که هر کدامش 30 گرام الا 20 گرام وزنش است. قیمتش؟ قیمتش هم گفتم بر شما که گرام 1200 افغانی به گرام سمسا سودا میشه. بسیار خوب. تشکر از شما که بر ما معلومات دادید. زنده باشید. موفق باشید. تشکر از شما، تشکر از کارمندای شما. خوش شدیم که با شما چند لحظه گفتگو کردیم. تشکر، زنده باشین، سلامت باشین. تشکر از شما، ان شاء الله که موفق باشید. سلامت باشین. خدا شما. خب دوستای عزیز، تشکر از شما عزیزانم که تا این لحظه ما را همراهی کردین. خدا کنه که برنامه امروز من به دل شما عزیزان بوده باشد. تا برنامه بعد که باز هم با یک موضوع کاملا جدید در خدمتتان قرار میگیرم. شما رو به خداوند پاک می‌سپارم. الان نگهدارتون.